سلام دوستان عزیزم، برای عزیزانی که تازه به ما ملحق شدن، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. خب امروز میخوام براتون بستنی سنتی درست کنم، یعنی یه بستنی سنتی خامه‌ای زعفرونی پسته‌ای فوق‌العاده خوشمزه و سه‌سوته. افرادی که خارج از کشور زندگی میکنن میدونم که تهیه کردن این بستنی از فروشگاه ها خب هم قیمتش برای مقدار کم خیلی زیاده و همین که مغازه‌دارهای اینجا هم به همین شکل این بستنی رو درست میکنن و شما میتونید با یه مبلغ پایین یه ظرف بزرگ بستنی سنتی خوشمزه رو تهیه بکنید. باید یه بستنی وانیلی ساده تهیه بکنید. من از مارکس اسپنسر خریدم و همینطور یه مقدار گلاب لازم دارین و زعفرون و خامه‌ای که یک مقدار غلیظ‌تره، یک مقدار سفت‌تره. بسیار ساده و آسونه و میتونید اینجا از قیفای آماده هم تهیه بکنید، این بستنی روی نون یا توی قیف بذارید. خب قبل از اینکه بریم سراغ این بستنیمون، من یه چایی در کنار شما عزیزان بریزم و با هم دیگه یه چایی بنوشیم. خانم جمیلیای عزیزمون از قزاقستان گفتن که زرشک پلو با مرغ اینجا درست کردن، اما زرشکی که توی قزاقستان هست با زرشکی که شما استفاده میکنید و در ایران هم هست متفاوته. فرقی نمیکنه، حالا زرشک آنچه که در دسترستون هست شما به هر حال فرمودین که استفاده کردین و خیلی هم عالی. دفعه دیگه یادتون باشه زمانی که رفتین ایران حتما برای خودتون زرشک بیارید و بگید براتون پست کنم. خانم لیلای دیلمی عزیزمون گفتن که زمانی که میرید خرید برای مواد غذایی لطفاً ما رو هم با خودتون ببرید، یه فیلمی بگیرید که ما هم ببینیم. چشم. و همینطور خانم الهام از شاهینفر بیننده برنامه ما هستن. حالا با همین چای خوشمزه رو مینوشیم و بعد میریم سراغ تهیه بستنی سنتی زعفرونی خامه ایمون. به به، از این عطر چای، این چای خیلی به من آرامش میده در کنار شما. خیلی دوستتون دارم، همیشه چایتون داغ و دلتون شاد. همراه من باشید. خاممون اکسترا تیک دابل کریم، خامه یه که غلیظ تره. بستنی مونم بستنی وانیلیه. این بستنی رو باید خوب همش بزنی. بستنی وانیلی ساده است. بعد اونقدر همش بزنیم که کاملا نرم بشه. نرم شدن نصفه شد. کاملا نرم شد. و ببینید ظرفی به اون پوری من هیچی بستنی از روش بر نداشتم. چقدر نرم شد و حجمش رو ببینید چقدر کم شد. باید کاملا همش بزنید. خب تقریبا مثل کره شد، ببینید، و ظرفمون هم نصفه شد. حالا اینو برای نیم ساعت دوباره میذاریم داخل فریزر. من هیچی از روی این بستنی بر نداشتم، فقط همش زدم. مواد لازممون زعفرون دم کرده، خامه، گلاب، بستنی وانیلی ساده و پسته. پر پسته دوست دارید یا کم پسته؟
این اونقدر همش میزنیم که کاملا نرم بشه. ببینید چقدر نرم و لطیف شد و حجمش هم چقدر کم شد. این کاملا نرم و لطیف شد. حالا گلابشو بهش اضافه میکنم. نصف استکان گلاب داریم و خوب همش میزنم. خب ببینید چقدر نرم و لطیف شد. این باید برای نیم ساعت بره توی فریزر، وگرنه یخ میزنه. اگه همه چیزو همزمان بهش اضافه کنید خوب نمیشه. خب این الان نرم و لطیف و عالی آماده این که بره داخل فریزر. گلابو زدیم، خیلی خوش عطر شد، خیلی خیلی خوش عطره. خب میذاریمش توی فریزر. خاممونه حالا داخل این پلاستیک. خاممونو میریزیم داخل این پلاستیک. حالا پهنش میکنیم اینجا به این شکل. هواشو گرفتم. خب حالا اینو میذارم داخل فریزر. خب حالا دوباره اینو همش میزنیم. ببینید دیگه چقدر نرم شده. اگر همش نزنید یخ میزنه. گوشه ها همه جا رو خوب باید هم بزنید. خب حالا برای بار سوم هم میزنیم. ببینید چقدر نرم شده و این سومین باری که من از توی فریزر در میارم و دارم همش میزنم. اگر همش نزنید این به صورت یخ زده میشه، یخ میزنه. ولی الان ببینید چقدر نرم و خوب و عالی و باز دوباره میذارمش داخل فریزر. سعی کنید وقتی هم میزنید این گوشه ها رو قشنگ بردارید و مخلوط کنید، وگرنه یخ میزنن اونجاها. پسته بستگی داره به اینکه شما چه مقدار پسته دوست دارید. پر پسته دوست دارید یا کم پسته. و حالا پسته هاشو بهش اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. پسته هاشو من خورد نکردم، ببینید به همین شکل، چون فکر میکنم که اگه زیر دندون بیاد خیلی خوشمزه تر و بهتره. ببینید پسته ها رو مخلوط کردیم و حالا زعفرونش رو بهش اضافه میکنم. زعفرون شما میتونید به این شکل بریزید، کامل مخلوط نکنید، راه راه در بیاد، یا اینکه کاملا مخلوطش بکنید. میتونید فقط یه همه کوچولو بزنید یا میتونید کاملا مخلوط بکنید، دیگه دل بخواه. این از زعفرونش. من الان همش رو با هم مخلوط میکنم. خب این خاممونه از توی فریزر درش آوردم. پلاستیکش رو پاره میکنم. خب اینو مربع مربع کاتش میکنیم به این شکل. ببینید چقدر سفت و عالی. یا اینکه برای اینکه خیلی راحت تر باشه، چون شکل و قیافش که داخل بستنی دیده نمیشه که یک اندازه است مربع مربع یا نه، میتونید با یه گوشکوبی چیزی بزنید روش، یخ زده است زود خورد میشه.
خب خامه ها رو میریزیم داخل بستنیمون. همینطوری که هم میزنیم داخل بستنی، خامه ها خوردم میشن، کوچیکترم میشن. اصلش اینه که خامه باید دندونگیر باشه که قشنگ زیر دندوناتون بخورین، کیف کنین. مخصوصا همسر من خیلی دوست دارن که دندونگیر باشه، براشونم خوب نیست ولی خامه خیلی دوست دارن. خب حالا اینو میذاریم مجددا برای 2 ساعت داخل فریزر. چقدرم هوس‌انگیزه، واو. این بستنی قاشق رو میزنیم داخل آب. ببینید نوش جان، امیدوارم که شما هم این بستنی خوشمزه رو درست بکنید. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید و منتظر برنامه های تابستونی ما باشید. شاد و خندان باشید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.